پولس رسول نیز در نامه رومیان باب 7 داره سخنی رو میگه و صحبتش از این هست که میخواد شریعت خدا رو و فیض خدا رو به درستی تعریف کنه، شریعت خدا رو از دیدگاهی که تجربه کرده بوده، کاملا چشیده بوده، اعلام میکنه. شریعت هرچند خوب هست اما دلیل نمایش گناه من هست. چرا تا قبل از این که من نمیدانم اگر چراغ قرمز رو رد کردم من اشتباه کردم، گویا که وجدانم من اشتباهی نکردم، ولی زمانی که آگاه میشم همون قانون بر علیه من هست. و پولس رسول داره این رو اعلام میکنه تا فیض خدا رو نمایان کنه که خواننده متوجه فیض او بشه. اما به نوعی یه جنگ درونی رو داره اعلام میکنه که از برادر عزیزم بهروز جان میخوام لطف کنم رومیان باب 7 رو از آیه 18 به بعد تفسیریشو ممنون میشم بشنویم. تفسیرش توضیح خاص خودشو داره، پس بنابراین من کمتر دربارش صحبت خواهم کرد. اکنون دیگر برای من ثابت شده است که وجود من به خاطر این طبیعت نفسانی از سر تا پا فاسد است. هرچه تلاش می کنم نمی توانم خود را به انجام اعمال نیکو وادارم. اینو پولس رسول داره میگه عزیزان. خیلی از مفسرین بر این باور هستن که آنچه را که پولس رسول داره میگه نسبت به گذشتش داره میگه، که اهل شریعت بود و به توسط شریعت هرچند خوب اما توانایی و قدرت این رو نداشت که بی گناه زندگی کنه. عده‌ای هم هستن که بر این باورن خیر، اتفاقا در زمان خودش داره میگه، چرا که میتونه زمان خودش نیست، مانند ما ایمانداران که میدونیم هر آن امکان داره وسوسه بشیم، در این وسوسه قرار بگیریم. و عیسی مسیح در انجیل متی 18:7 میگه وسوسه همیشه وجود داره، همیشه وجود داره. و در متی 26:41 نیز ما میشنویم که عیسی مسیح آگاهی رو میده به شاگردان، میگه بیدار باشید، مانند شما که کلیسا میاد، مانند شما که هر روزه وقت میدید به خداوند، کلام خدا رو میخونید، مانند شما عزیزان که براتون مهم هست که چگونه زندگی کنید تا مقدس باشید، میگه بیدار باشید و دعا کنید تا دوچار وسوسه نشوید. روح مایل است اما جسم ناتوان و نمیتواند این قدرت رو به ما بده. شاعری اعلام میکنه آن روز که به دنبال تو راه افتادم از ترس گناه در گناه افتادم. میگه من با توجه به این که به فکر این بودم گناه نکنم اما توی گناه هم نیز قرار گرفتم. میگه آن روز که دنبال تو راه افتادم از ترس گناه در گناه افتادم. من یوسف بی برادری بودم که با دست خودم درون چاه افتادم. یوسف می توانست بگه که من و برادرها توی چاه انداختم. معمولا وقتی که یک کسی توی مشکل و توی موضوعی قرار میگیره میاد اون اشتباه و اون گناهشو گردن یه نفر دیگه میگه من نبودم، دستم بود، تقصیر آسینم، تمام مشکلات و سختی های من به خاطر پدرم بود، پدر من پر از خشم بود، هیچ موقع من رو نمیدید، من رو اذیت میکرد، من رو از نظر روانی آسیب کردم. به خاطر اینکه 4 تا موضوع در رابطه با شخصیت شناسی و روان شناسی روی اینستاگرام و روی فیسبوک دیده، حالا همه رو گردنم بزن. نه رفیق من، شریک من بود. اما اینجا شاعر داره اعلام کنه که حتی برادری نبود ولی من خودم گفتم. پس ذات درون ما، سپاسگزارم، ذات درون ما در جایگاهی هست که ما حتما گناه خواهیم کرد، حتما اشتباه خواهیم کرد.
من با این دوباره از اول بگم. و نمیتونیم مانع اون اشتباه و گناه خودمون بشیم. بشنویم لطفا. سپاسگزارم. میگه میخواهم خوب باشم اما نمیتونم. ما شماها میخواید خوب باشید کاملا؟ فکر میکنید میتونید؟ این همون نقطه ضعف. پولس رسول هم این نقطه ضعف رو داشت. نه اینکه داله بر این بشه که ما به هیچ وجه در این مسیر تلاش نکنیم. بله، میخواهم کار درست و خوب انجام دهم اما قادر نیستم. سعی میکنم کار گناه آلودی انجام ندهم اما بی اختیار گناه میکنم. پس اگر کاری را انجام میدهم که نمیخواهم، واضح است که اشکال در کجاست. گناه هنوز مرا در چنگال خود اسیر نگاه داشته است. یعنی نقطه ضعفی است که در وجود من هست. ما این ضعف رو داریم. ما نمیتونیم انتقاد بکنیم نسبت به این که من گناه میکنم. ما باید یاد بگیریم چگونه بتونیم قوی بشیم و مقاومت کنیم در گناه. بله؟ به نظر میرسد که در زندگی این یک واقعیت است که هرگاه میخواهیم کار نیک انجام دهیم، بی اختیار کار بد از ما سر میزند. البته طبیعت تازه‌ام مایل است خواست خدا را انجام دهد. اون طبیعت تازه که ما بعد از ایمانمون داریم، تولد تازه هستش که به توسط روح القدس دریافت کردیم. اون ما رو ملزم میکنه، اون مدام داره به ما میگه، به ما گوشزد میکنه. دیگه اونجا پیشنهاد نیست، کلام خدا پیشنهاده. اما روح القدس به ما پیشنهاد نمیده. روح القدس داره به ما میگه این کار رو اگر بکنی گناهه، این کار رو بکنی کار درسته. از این رو مسیح اعلام میکنه، میگه میتونید به پدر و به من شما گناه کنید اما روح القدس رو نمیتونید، چون روح القدس داره قاطع به تو میگه و قابل درکم هست، اما من تصمیم میگیرم انجام ندم. و اونجا هستش که گناه ما بخشیده نمیشه. بله؟ اما چیزی در عمق وجودم، در طبیعت نفسانی من هست که با فکرم در جنگ و جدال می باشد و در این مبارزه پیروز می شود. این روح بد نیست، این دیو نیست، هوشیار باشیم. این روان آسیب خورده من هست که هنوز با من هست. من بعد از ایمان به مسیح روحم بخشیده میشه و شفا میگیره، اما روان من باید تراپی بشه در حضور خداوند. از این رو کلام خدا ما رو تشویق میکنه، مدام از روح القدس پر شو، مدام از قوت او پر شو. فقط کلام نه، فقط کلام یعنی یه باله پرنده کار میکنه با روح القدس. یوشع 1:8، اعمال رسولان 1:8، تا بتونیم بالای مشکلات و سختی ها پرواز کنیم. بله؟ و مرا برده گناه می سازد، گناهی که هنوز در درون من وجود دارد. در فکرم اراده می کنم که خدمتگزار از جان گذشته خدا باشم اما می بینم که هنوز اسیر گناه هستم. و ناراحت از این که اسیره، احساس خوبی نخواهد داشت. و همه ما این تجربه رو داشتیم. باز شاعر میگه شبهای دراز بی عبادت چه کنم، طبعم به گناه کرده عادت چه کنم. اون روان ما هست، آسیب هایی که بودیم و باید به داد اون روانمون برسیم. آقا دیوه تو شما نیست، این تعلیمات تعلیمات درستی نیست. کار مسیح رو روی صلیب ناقص نکنیم. مسیح روی صلیب گفت تمام شد. کسی که مسیح ایمان می آورد دیو نداره، باید به دنبال شفای روان خودش باشه. همان گونه که ما نجات پیدا می کنیم، روح ما شفا می گیره، اما جسم ما میتونه مریض باشه. من زمانی که مسیح ایمان آوردم قسمتی از بدن من درد میکرد، واقعا هم دکترها نمیدونستن چیه. 3 ماه بعد از ایمانم با دعا خداوند منو شفا داد. من نمیتونم بگم اون دیو توی بدن منه باعث درد من میشه. کلام خدا میگه آن روحی که در ما هست قوی تر از روحی هست که در بیرون هست. پس هوشیار باشیم. حتما پیش میاد
استثناء رو کار نداریم. ایمانداری که متاسفانه با گناه سازش میکنه و زندگیش کاملا توی گناه هست، بله میتونه دیو بر اونم تاثیر بذاره. ولی با شما ایماندارانی که به کلیسای مسیح میاد، با خداوند دارید راه میرید، آقا دیو با شما هیچ کاری نمیتونه داشته باشه. بله، پس اعلام میکنه، بذار من شرم بخونم، میگه شبهای دراز بی عبادت چه کنم، طبعم به گناه کرده عادت چه کنم، گویند کریم است و گناه میبخشد، گیرم که ببخشد ز خجالت چه کنم. حتی میری در حضور خدا برای دهمین بار، پنجمین بار دوباره همون گناه رو میکنی، میگه حالا این یه جنگه، پولس داره میگه یه جنگه، داره منو اذیت میکنه، چه کار باید بکنیم؟ بله، پس میبینین که من در چه حالی هستم. طبیعت جدید من به من امر میکند که اعمالم پاک و خوب باشد، اما آن طبیعت کهنه که هنوز در من است به سوی گناه کشیده میشود. وای که در چه تنگنای وحشتناکی گرفتار شده. واو، چه درد دلی داره میکنه با کلیسا. اینو پولس رسول داره میگه، کسی که بیشترین نامه های عهد جدید متعلق به اون هست عزیزان. بله، چه کسی میتواند مرا از چنگ این طبیعت مرگبار آزاد کند؟ خدا را شکر این کار را خداوند عیسی مسیح انجام میده. آمین آمین آمین. اما چگونه؟ چگونه با تمام این ضعف و با تمام این ترس از گناه ما ایمانداران باید عمل کنیم تا بتوانیم در مسیر بیگناه تر شدن پیش بریم؟ در کتاب لاویان 19:1-2 اعلام میکنه، خداوند موسی را خطاب کرده گفت، تمامی جماعت بنی اسرائیل را خطاب کرده به ایشان بگو مقدس باشید. این کلیت رمز پیروزی ماست. مقدس باشید، پاک باشید، پارسا باشید، دور از گناه باشید. میدونیم گناه چیه تو زندگی ما، هر کدوممون به خوبی میدونیم، به خوبی میدونیم، لزومی نداره زیاد بشنویم، ما فقط باید یاد بگیریم چگونه گناه نکنیم. زیرا که من یهوه خدای شما قدوس هستم. قدوس هستم یعنی پاک هستم، یعنی دور از هر عیب، غیبت، دروغ و گناهان هستم و هر خطایی هستم، یعنی کامل در نیکویی ها و اوج برترین صفات و توانایی های شناخته شده در حکمت، در سازندگی، در مقاومت، در خلاقیت، جلال، محبت، رحمت، زیبایی، وفاداری، ادراک، هدفمندی، صبر، خوشی، آرامش، سلامتی، که البته این همه چیزهایی که هست رو تازه ما شناختیم. آسمان که بریم بیشتر از صفات عالیه خداوند در قدوسیتش خواهیم شناخت.